John, do you want to do it? دوست عزیز، فقط 15 ثانیه الی ختم دوئل باقی مانده و ثانیه ها ختم شما شروع میکنیم. از ثانیه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دیگه حق ندارین که دوست بزنین. آسفزه عزیز، دوست عزیز، برنامه رو تماشا کردین. واقعا برنامه هیجانی بود. دال هم میریم طرف میز داره عزیز. البته ما تنها هم میرم و غذا را آشپزای عزیز میچشن، بعد از او باز قضاوت میکنن و نمره میتن. دیگه ما طرف میز داره عزیز میرم و خودتون برو یک چیز بخور. خب بیننده عزیز، خسته نباشین، برنامه تمام شد، برنامه را تماشا کردین. حال هم وقتی رسیده یا زمانی رسیده تا که غذایی را که آشپزای عزیز پخته کردن پیشکش داره عزیز کنن و داره عزیزم مزه کنن و بعد از او نمرات خود بتن و قضاوت کنن. در ابتدا از آشپز نسیم جان خواهش میکنم که همون پیش غذایی را که آماده ساختن پیشکش داره عزیز کن. بفرمایید. یا هم ستړی مشه پیش غذایی یا مخکې د خوړو نه چې څه خوړل کېږي څه مو پخ کړي؟ سوپ. ښه، د څه شي سوپ دی؟ ترکاری سوپ. څه شی شی دی مکس کړی؟ تور مرچک دی، دغه دی کانفلاور دی، مرچ دولمه دی، ګازرې دی، نخود دی، هګۍ ده. ښه، دغه شیان مکسي وي سره. بالکل. او تور مرچ البته نه، بلکې دولمه مرچ خود خامخا ګډ کړی په دې چې په تور مرچ مې بیخي کم اچولی پکې. لیمون پکې شته، سرکم پکې شته. بالکل. اشته خوب داره عزیز، بفرمایید. خب دوست عزیز، در ابتدا از جهانگیر صاحب میپرسیم به نظر شما چطور بود سوپی را که نسیم جان آماده ساختن؟ برادر عزیزم نسیم جان، آشپز محترم، بسیار تشکر. مواد را که خود ترکیب کرده بودی بسیار لذیذ، بجا و سوپ بسیار گوارا. اما یک عیب بسیار بزرگ در این سوپ دیده شد و او هم شور بودنش. یعنی از نگاه هنر آشپزی باید شما از نگاه ظرفیت دستتون باید بفهمین که در دیگه که به چی مقدار غذا هست چی مقدار نمک باید ریخته شود. ای باید بسیار زیاد ملاک باشه. اگر شما به هر قدر مواد مفیده در این ترکیب به کار برده باشین و شما هم زحمت کشیده باشین، ولی وقتی که شوری بیش از حد میشه این توان از خورنده میگیره. یعنی خورنده نمیتونه که با مزه و با اشتها میل به خوردن یه غذا بکنه یا یه سوپ بکنه یا پیش غذایی. دیگه خودت زحمت تکشیدی. و دویم چیزی که در هنر آشپزی است، ترکیبات بسیار زیاد نکنین. یعنی
ده قلم مواد به کار نبرین، 20 قلم مواد به همه چیز در استدیوی سرخ یافت میشه، ولی لازم نیست که باید همه شه با غذا بندازین، چون یکی خاصیت دیگر دفع میکنه و شما یک بدن متوجه میشین که هیچ نمیفهمین که این اصل مزه ده چی بوده، مزه گم میشه، متفاوت شد. بسیار زیاد زحمت کشیده بودن، بسیار رالی خوبش مرا خوشم آمد. دمی که به دوار شده تایید میکنم که کم ذره شور بود و یک چیز دیگه تیزیشم زیادتر بود. کسایی که مشکل گلون دارن ایرام در مد نظر بگیرین. شما خب آواز خوان هم هستین دیگه. خب ما از همین خاطر از خاطر خود نی واقعا عالی بود، زحمت کشیده بودین خوب بود، مقصد مو نمکش همراه تیزیش زیاد مد نظر بگیرین. تشکر. زنده باشین. تشکر. پیش ازی که صحبتهایتان ختم شوا یک آهنگ سرتان دمی حالت هم زمزمه میکنم، آهنگ نو جدیدتان که واقعا زیبا هم خواندیم. عشق تو در سینه من لمبه تندور است، درد رفیق زور است، درد رفیق زور است، خانه کاشان سرم چو خانه گور است، درد رفیق زور است، درد رفیق زور است. درد شوری هم بسیار زور است. بسیار زیبا. زنده باشین. تشکر مهدی عزیز. و آل هم از شما میپرسیم وفای عزیز، به نظر شما چطور بود؟ شما من فکر میکنم که سوپ دوست دارین، معمولا سوپ میخورین. زنده باشین. یا تند نمیخورین به خاطر گلونتون؟ نه تند خوام، راستی تندی گرچه که به گلون نقص دارم، در ضمن تندی مرا خودم هم تو خوشم نمیه. دیگه تشکر میکنم از آشپزای عزیز که زحمت کشیدن، واقعا مرا راستی خوشم آمد. فقط یک دو مشکل که جهانگیر صاحب برشون گفت که کمی شور بوده و از نظر ما یک کمی سخت است. بله، یعنی کمی سخت است. سیور خودتون برتون میگه که چرا سخت است؟ از نظر ما یک ذره سخت است. زنده باشین. تشکر. حتما باز هم برمیگردیم سر نظریات شما. هم نوبت غذای اصلی نسیم جان رسیده و ببینیم که غذای اصلیشان چی است و میتونن که رضایت کامل شما دواره عزیز حاصل کنن یا نه. تا پیشکش دواره عزیز کنین بفرمایید. خب نسیم جانا، بله، اصلی خواره دید چه دی او چه دی بخکری؟ اصلی خواره دا سخاری چرک دی او بیرانی بانجان. خب دولمه مرج دی پک استفاده کرده کنه؟ دری وانه که سوپ که دی دور غذا و که استفاده شید. جان دیو سه اشتی خوب داره عزیز بفرمید. در ابتدا از مهدی جان میپرسیم، به نظر شما همه غذای اصلی را که نسیم جان آماده ساختن چطور است؟ بسیار زیاد مزه‌دار، خوبش مرا خوش آمد. نام خدا خوب دست مزه‌دار داریم دیگه. عالی بود، بسیار زیاد خوبش بود. مده ای کدام مشکلی ندیدم. تشکر. تشکر. زنده باشین. و جانگیر صاحب، به نظر شما چطور است امیر غذای اصلی را که نسیم جان آماده ساختان به دلتان بود یا نه؟ نسیم جان امو پوشانی ما که در زحمت کشی اول تر شده بود، در غذای دویم باز شد. آفرین. بسیار خوشمزه، بسیار عالی. اما میتونستی که در ترکیب بشقاب اینا را کنار کنار هم میگذاشتی، بالای هم نی، زیباتر میشد. در آینده فکرت باشم مرچ تازه را یک سلیقه به خرج بدی. به خاطر هنر آشپزی گفتم، یعنی آشپز هستی دیگه. تو بر همه هزار نفر باشه، 2000 نفر باشه، باید هنرت مثل یک آوازخوان نشان بدی. و اگه با صدای خود هنر خود نشان بدی، تو با دستایت باید هنرت نشان بدی. اما بی‌نهایت خوشمزه، بسیار خوب معرّا شده، خوب
پخته شده، روغنش مناسب، نمکش بجا. ما کدام های ویلت دیگه دی نمیبینم. فقط از این مسابقه نسیم جان درس بسیار بزرگ در آینده ها بگیری که باید چی کارهایی بکنی که انشالله این مشکلات و این اشتباهات امروزی تا رفع کرده بتانی. تشکر. زنده باشین. تشکر دوسته عزیز. آل هم نوبت مهراد جان رسیده و مهراد جان شروع میکنه با آهنگ بسیار زیبایی که در این روزا بسیار در کش است و بیشترین طرفداران از آن خود ساخته، گلواری. تو فرماین. دیده وا کن که دیدارت ببینم گلواره، گل لاله بروخ سارت بچینم گلواره، گل لاله پیش رویت چی باشه گلواره، همو چشمان خمارت ببینم گلواره، گلواره میرقصی گلواره. به 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 ماشاءالله. ما گلواره گفتیم، ما گفتم حتما نظر خدا میگید که نانم گلواره است. واقعیت که عزیز دل، ما این غذای اصلیشان بسیار یک غذای عالی بوده، ازشان بسیار تشکر میکنم. واقعا که در این غذا کدام کمی وجود نداره، بسیار غذای خوشمزه بوده. البته زنده باشین. تشکر. و دوست عزیز آل هم نوبت شیرنی را که آماده ساختن رسیده تا پیشکش داره عزیز کنن. نسیم جان بفرمایید. ها نسیم جان، شیرنی دی چه جوړ کړی؟ شیرنی کیله. ها کیله ده، تنه کیله ده. کیله ده، خرما دی پکې، چارمغز دی، شودی دی. د کیله نه دی اتمن جوس جوړ کړی دی. مهرباني، اشته خوب دوست عزیز. خب دوست عزیز، در ابتدا از مهراد جان میشنویم به نظر شما همی شیرنی را که آماده ساختن چطور است؟ نسیم جان کمال است. زنده باشین. من خودم زیادتر شیرنی را دوست دارم. البته واقعا این جوس کیله را که اینا ساخته بودن خوشمزه بود. من را خوشم آمد. تشکر از شما. زنده باشین. تشکر. و جانگیر صاحب به نظر شما چطور است همی جوس کیله را که نسیم جان آمده ساخت؟ نسیم جان مانده نباشی برادر، ما بسیار از غذای اصلیت لذت بردم و در قسمت جوس کیلم بگویم که نه عیب دارم نه نقصی، به خاطری که بسیار مؤثر است بعد از غذا، صرف هم چیزایی که برای هضم غذا کمک میکنه. اما بادام زنده اشتباه بزرگ است. باید بادام به حساب عرف وطنی ما بوچکی یا بکوبی و ایره میده میده میکردی که به زیبایی هم پسته یا چارمغز یا بادام که زنده زنده بودنش به این معناست که یا خودت وقت کم آوردی یا ای که نمیفهمی. یعنی زیبایی ها در چیز که هنر دست به کار ببری، از دست کار بگی شکلها را عوض کن. میده من داختم خو میده پیدا نگم دیگه اوان نمیده میده میده میکردی پشت قاشق. آقا جان بیبی آشپز از هیچ باید هر کار را بسازه، یعنی پشت قاشق میکنی، پشت کارت میکنی. گرچه اوجه ماشینا داریم اونا را نتانست که اونا پیدا کنه. شما در جریان پخت و پز بودیم؟ بله در جریان پخت و پز بودی خودت. من استدیوی سرخه که میبینم امی آدم که پخته کنی وسایل هست برش. اما چیز است، اما چیز است خلاصه. اما ای که شما ورخطا میشین یا ای که وقت کم میارین یا مصروف پخت و پز هستین، اما در نزاکت های آشپزی بسیار مهم است که هیچ چیز زنده نیار، مثل که مرچ تازه را زنده آورده بودی. باید چار قاشش میکردی، بسیار بازی برگ میساختی، زیب با یک مولی سرخه کوره یک گل میساختی. این ایناست که آشپز اشتهای خورنده را به وجد میاره، یعنی خورنده
باز به رستوران خودت بیای، باز خودت دعوت بکنه که در این محفل اشتراک کنی واش بده. این گپایی که من میزنم به خاطر از این نیست که جرم باشه، گناه باشه یا غلطی، اما برای خودت خوب است، برای آیندهت خوب است که هنرت شکوفا کنی. تشکر دیگه، هیچ عیب ندیدم. آفرین، زنده باشین. تشکر. و مهدی عزیز، به نظر شما چطور است می جوسی را که آماده ساختن؟ مرا بسیار زیاد خوشم آمد، بسیار زیاد مزه‌دار و کدام ای بیره من نمی بینم، مرا خوشم آمد. تشکر دواره عزیز، دیر زیاده مننه نسیم جانه. ننده لومده زل و چیر ستیدیوم تراغلی، چه تجربه دی اصل لکده دخبروانه نه؟ تجربه می ده اصل لکده باید دلتا کار تیزه که وکی او خیه وکی چه دواران خوخشی دوده مزه داره این دقا خبره دمده کم خواره چه پخیه اگه خواندواری و به نمبره دیم خواه. اول بده که دقا تیزه که کار بس کم شه چه پاتشی بس دوران بیا پاقم اندقه که سر یاد دوزی آقا سر پسته ویلی پسته ما آوانگا سوله تاو پیدا منه که وقت کم پاتی و بس مازی زواندی ماشین نا خود دیرو دلتا خود طول ماشین ناشته ده کورش چه پا ماشینون که دا چاوله زر دید پسته میدا کده و چاوله بنزل ترا رو اتمن دیر زیاد تمانه نا بری علیه اوسی میروانی. و دوسته عزیز، آل هم نوبت فیروز جان رسیدن و در ابتدا ازشان خواهش میکنیم که امو پیش غذایی را که ما در ساختن پیش کشید و را عزیز کنن. بفرمایید. خواهده دی سپخ کردی دی البته پیش غذایی چیه؟ سوپ. سوپ کردی چیه؟ چه ولی بخیر؟ ترکاره سوپ دی. نمونه خیلی کنه؟ مرچ دلمه، نخود، کانفلاور، زنجفیل، تورمرچ، دیر نور شاید دیگه دیگه لیمو دیم پکیه چه ولی دیر منو نایشته خوب داره عزیز بفرمایید. در ابتدا جهانگیر صاحب برامون بگه به نظر شما همین سوپی را که فیروز جان آماده ساختن چطور است؟ آشپز محترم فیروز جان، ماندن باشی برادر. آفرین به خودت، با این سن سالت در مسابقه اشتراک کردی. از نگاه سن هنوز بسیار نیازمند ازی هستی که تجربه های بالا بالایی را به دست بیاری. زندگی پیش روی است. آفرین، من آفرین میگم به خودت به خاطر که در طول آشپزیت بسیار خوش سلیقه بودی، بسیار با تأمل کارت پیش می بردیم و معاون محترمت سفرخانم بسیار زیاد خوب همینطور یاریت می کرد. اگر در پالویت نمی بود کارت برات دشوار می شد، سخت می شد، ما از دور می دیدیم و او آدم بسیار کمرت بسته کرد. و خودت باید بسیار دقت کنی که از ترکیبات زیاد امون گپ است که من برای نسیم جان گفتم، بسیار مواد در دور براتون است، دیگه لازم نیست که کل مواد شما باید در سوپ بندازین یا در غذای اصلی بندازین یا چیز، به خاطر که گم میکنه خورنده، ذائقهش سردرگم میشه، راه گم میشه، یعنی نمیتونه که بفهمه که شور است، این شیرین است، این ترش است یا این تلخه یا تنده. به خاطر چی؟ همه چیز ضد و نقیض وقتی که شما در سوپ بندازین. لیمو بسیار برای تحریک غذا و پیش غذایی خوب، کانفلاور یک کمی برای غلظت دادن آب خوب، و نخوت باید اگر این رقم نمی کردی باید می کوبیدی. شما اما وسایل برای از دیکور نیست، اینا هم از ایناست که تو در آشپزیت کار بگیری که خورنده را به وجد بیاری که به جای یک کاسه چند کاسه غذا نوشیدن کنن. این از هنرت باشه. در آینده فکر تو بگیری آقای گل که بسیار زیاد دقت کن که چهار اطرافت برای 5 دقیقه برای 3 دقیقه پیش از موضوع در یک جای آشپزی میری یا در یک مسابقه، اول محاول طبیبی که چی لازم است. یعنی مرچ دلمه خدا خیرت بده از زمایمش بود که انداختی، اما دیگه در آینده زیاد قلمه را زیاد نکنین، خط میشه مثل که سمت شود بسته میشه. سوپ یک ذره باید لوابدار باشه، اوگین باشه، به خاطری که دمیر سوپ سیر میشه. هر کسی که این سوپی را که شما تیار کردین همون نفر که میره بخوره انشاءالله به غذای اصلی نمیرسه، سیر میشه دیگه. همه زحمت کشید، قابل قدر، آفرین. اون تا نظر به سنت بسیار زحمت کشیدی، آفرین. هنوز به خیر میدان پیشروی داری، کامیاب باشی آقای. تشکر، زنده باشین. و مهدی عزیز، به نظر شما سوپی را که فیروز جان آماده ساختن چطور است؟ تشکر.
واقعا من باورم نمیشد، سوپ بسیار عالی بود، مرا خوشم آمد، بسیار مزه داد، لذیذ بود. خب یک کمی سخت بود، دوست محترم یادآوری کرد دیگه، مرا خوشم آمد، واقعا مزه دار بود. تشکر، زنده باشین. و معراج عزیز، به نظر شما سوپ خوشمزه بود یا نه؟ قربان شما، زنده باشین. نظر به این که ما کار فیروز جان متوجه بودیم و او کاری که بسیار به سستی کار میکرد، سوپ بسیار عالی آماده ساخته، واقعیت بسیار مزه دار بود. ما ازش تشکری میکنم و او چیزی که مشکل بعضی خورده که داشت کم سخت بود، هیدی جان گفتن. زنده باشین، تشکر. بال هم نوبت غذای اصلی فیروز جان رسیده تا پیشکش داوره عزیز کنم. گرانه فیروز جان، اصلی خواهده دید چه دی؟ کباب. کباب ده، بس مرچ سپکی نشتو سلات ده، کباب داشتون. بلکل جان، ده واسه اشته خوب. دوست عزیز، در ابتدا از مهدی جان میپرسیم که به نظر شما غذای اصلی را که فیروز جان آماده ساختن چطور است؟ تشکر. خب دمی دیزاین سالاتش، ترکوریش بسیار زیاد مشکل داره. یک چیزی باید میکرد یک امو زیبایی خدا میداشت. میایم به کباب. کباب هم یک کمی سخت است، دیگه باز هم مزه دار بود. زنده باشین، تشکر. و جانگیر صاحب، به نظر شما چطور است غذای اصلی را که فیروز جان آماده ساختن؟ فیروز جان، بازم ماندنه باشی برات میگم برادر، یا ظرف کلان میکدی یا مواد کم که باز باشه، یعنی بیننده و خورنده آکم باشه که چی را انتخاب بکنه. غذا بسیار خوب، هم ترش مزگک است و هم خوب سرخ شده، اما چون گوشت مرغ بود، خب هر چیزی را در زمانی که خودت میلبانی کردی سرخ میشد. در اینجا مرچ تازه را خودت این رقم این تو زنده میاری. خب یا مثلا یک طرح بزنین، یعنی کاردم دستتان است، پشقاب دیگه هم کلان بود، ظروف متفاوت بود. اگر میگی نه ظرف نبود، خیلی مواد کم پرده، این خود دست خودت است دیگه. بسیار خوب، به جای دو دانه لیمو یک دانه، نیم پل لیمو کافی است. بادرنگ بسیار طرح، یعنی زیبایی ببخشین، یعنی یگانه چیزی که در این مسابقه ما جزو عیب کارتان میدانم همیست که زیبایی کمتر به کار رفته و ملامتت نمی کنم، این تجربه زندگی تست. اما برات به خاطر یادآور میشم، اونایی که در خانه میبینن این برنامه را متوجه باشن که چیکار کنن، و تویی که این کار کردی که در آینده ها درس بگیری. بسیار دنیا درس دادن است، از درس گرفتن است. یعنی خودت میتونستی که اینمی غذای رکال برای داور صاحبا سه نفر آوردی، ایره بر شش نفر آماده میکردی و هم صرفه‌جویی در غذا میشد و هم زیباییش دوچندان میشد. دیگه آفرین به خودت، آفرین به سن سالت، آفرین به جرأتت. انشالله رحمان که داینده ها خیلی بهتر از میشه. تشکر. زنده باشین، تشکر. و معراج عزیز، برای در شما چطور بود امی کباب را که فیروز جان آماده ساختن؟ زنده باشین. من در قبلا هم گفتم که ما تونستم کباب یاد بگیرم، چون یاد نداشتم کباب. یاد خود گرفتم کباب. کباب یکم گفته مهدی جان سخت بوده، یک بسیار کمی هم شد دیگه. مشکلاتش براتون جهانگیر صاحب گفت، بازم تشکر میکنم ازشون، واقعا زحمت کشیدن، سپاس میکنم، غذای مزه داره. زنده باشین، تشکر. و دوست عزیز، آل هم نوبت دیسر رسیده، شیرنی را که آماده ساختین تا پیشکش داوره عزیز کنین. آماده است؟
خب فیروز جان شیرنی چی ده آماده کردی چه شیرنی؟ جوس ده کلی پس جوس ده کلی ده نور پا کچی چه چه نور شده خورما کلا ده و چارمغز ده و بلکل. بادام ده و قیمه ده درمانه نایشته خوب دار عزیز با مهدی جان چطور بود جوس را که پیروز جان ساختن؟ عالی بود بسیار زیاد مزه‌دار بسیار زیاد خوبش اما به گفتی داور ما بازم مسئله سر خسته و بادم که چرا چیز نشده کوبیده نشده دلیل که بیشتر گفتن مشم مورد قناعت شما هست نیست دیگه زیبا بود مرا بسیار زود خوش آمد از قواره از لذت مزه دار بود تشکر زنده باشیم تشکر با آلهم جهانگیر صاحب بر ما میگه چطور بود به نظر شما می جوسی را که فیروز جان آماده ساختن فیروز جان جوس بسیار خوب بود دقیقا یا نسیم از شما کپی کرده بود یا شما از روی نسیم جان در مسابقه تا تنوع ایجاد نکنین برندگی حاصل نمیشه برد با کسی است که شکل عوض میکنه میتونستی که امیر خودت یک فرنی بسیار مقبول با امو شیر و با امو محتویات دیگه ایش که بود چون در خلال مسابقه میدیدی که او از چی مواد کار میگیره تو باید خلافش میرفتی که هوشیاری تا نشان بده در مسابقه نه ای که چیزی که امو میکنه امو کارتو بکنه یعنی اگر یک تان یک کار کرده بودین باید دیگر دقیقا یعنی 90% هم نمیتونم بگم 100% چیزی که امو آدم درست کرده بود شما هم درست کردین اگر خودت اول می آوردی میگه پا من مگه پا من نسیم میزنو که چرا تو این کار کردی زحمتتان قابل قدر است ولی کم خب بیشتر در اینجا هنر خود مواد است که نشان میده خود نه هنر آشپز فیروز جان آشپز باید هنر خود نشان بده کیله همی خاصیت داره خرما همی خاصیت داره وقتی که شما دیده مکسر مندازین این همی چیز میبره بیرون اما آشپز باید خود تکان بده که چی نواوری بیاره که در زندگیش برندگی حاصل کنه انشاءالله موفق باشه زنده باشین تشکر و معراج عزیز به نظر شما چطور است؟ تشکر زنده باشین جوزشان بسیار عالی بود البته بسیار زحمت کشیده بودن من سپاسگزار هستم مشکلات هایی که البته دایی جوز بوده آقای جهانگیر صاحب گفتن برشون دیگه من کدوم نظر ندارم جوزشان عالی بود خوشمزه تشکر و دیر زیاد مننه ماشاءالله نن وزلی دی پخبارونه کی کته هم داورانو نظرونه مختلفو خو څه فکر کې چې نن د خبرونه تاسو پزړه و نن د سزده کړل د خبرونه نو کنه زده کړم دا چې باید خپل د نه پنځه دقیقې ډیر کوشش وکې ډیر غذا ډیر لوکس راشي ډیر خب مزه مندي نورار څه ډیر منظم وي بالکل د زمان قدر دی دراغه درته کنه چې باید په کم زمان کې یا په نه 15 دقیقو کې درې ډوله خواړه مشکل ده باید زر یعنی دا زده کړل چې په دنه پس د زمان قدر باید وکړي مدیریت زمان ډیر زیاته مننه او بریالي اوس مهرباني دوست عزیز حالا میریم با هم یک جا میبینیم که داور صاحبای محترم نظر به کدام کاتگوری و آشپزای محترم نمره میدن غذاهایی که توسط آشپزان تهیه میگردد در سه کاتگوری برای هر غذا نمره تعیین شده است اصلیت غذا لذت غذا سلیقه بشقاب برای لذت غذا 10 نمره برای اصلیت غذا 5 نمره و برای سلیقه بشقاب 5 نمره عزیز رسیدیم در آخرین دقایق برنامه و حالا میریم نظریات عمومی و کلی داور صاحبای عزیز در رابطه با برنامه کنونی میبینیم که چی گفتنی ها دارد در آغاز جهانگیر صاحب برای ما میگن که برنامه کنونی چگونه یک برنامه بود با تشکر از آشپزهای محترم که بسیار غذای خوب و لذیذ را آماده ساختند و در مسابقه شرکت کردند خانهشان آباد غذا بسیار لذیذ خوشمزه با سلیقه و اونا هم سعی ورزیدند که در این مسابقه بتوانند برنده شوند حالا زحمت خود کشیدن و ما تست کردیم غذاهایشان
نوشجان کردیم، هر دو طرف زحمت کشیده بودن و غذای خوبی را. در قسمت برنامه 59 باید بگویم که این برنامه بسیار یک برنامه تشویقی است، یک برنامه بسیار مفید است که از طریق رسانه تلویزیون وزین جهانی آریانا پخش میشه و بسیار زیاد خانواده ها از این استفاده بهینه میبرند و بسیار دختر خانم ها و شاید بعض مردم علاقه بگیرند به اون آشپزی و در خانه با همسرانشان تشریک مسایی به خرج بتن. چقدر آشپزی کردین در خانواده؟ چقدر آشپزی میکنین روزمره؟ والا سوال بسیار خوب. ما حدود 20 سال است که ما مسافرت پشت سر گذاشتیم و در تنهایی و در عالم مسافرت یا در حضور فعلا با در کنار خانمم ما بسیار کوشش میکنم که در هنر آشپزی همراهش سهیم باشم. به خاطر چی؟ اول اگر یاد دارم یاد بتم و اگر او یاد داره مرا یاد بده. چرا؟ فردا مریض شدن داریم، فردا یک میله رفتن داریم، از این مسائل ها پیش میه و دیگه زن خانه خود گناهکار نیست که باید همین کل کار زن خانه انجام بده. آشپزی برای دو طرف است، هر کس که میخوره باید هنر آشپزی هم بلد باشه. یعنی ما باید این هنر مایی گرفتن یاد بگیریم که باز مایی را که گرفتیم، بله مایی که گرفتیم او را بخوریم، نه ای که مایی خوردن یاد اگر کسی با ما داد بخوریم، اگر نداد گشنه بمانه. ما بسیار برنامه 59 را مفید یافتم و بسیار یک برنامه خوب و وزینی است. امیدوار هستم دیگه جوانا در این عرصه اشتراک بکنن، در این مسابقه اشتراک بکنن و هنر آشپزی شان بر رخ ملت افغانستان بکشن. تشکر. بسیار تشکر جهانگیر صاحب. و آقای فرخ برای ما میگن که برنامه را همیشه از تلویزیون میدیدن و یک امروز خودشان حضور داشتن در اینجا در داخل استودیو و برنامه را از نزدیک دیدن. چگونه یک برنامه یافتن؟ از اینکه مرا در برنامه‌تون دعوت کردین جهان سپاس. واقعا یک برنامه بسیار زیاد زیبا، یک برنامه آموزنده، یک برنامه است که تشویق میکنه آشپزا را که دیگه بهتر کار کنن، زحمت بکشن، غذاهای خوبتر بهتر دیگه بسازن دیگه. بسیار واقعا مرا خوشم آمد، برنامه بسیار جالب. خودتون چقدر آشپزی رو یاد دارین؟ من آشپزی را به اندازه‌ای که به اندازه‌ای که یاد دارم خب میتونم خودم گوشت نمانم تنها اگه باشم. خب به اندازه که کل مردم میگن، اکثر مردم پرسان کنی چقدر آشپزی رو یاد دارین، میگه تو خب بخته کده میتارم، چای هم دب کده میتارم. نه من قابلی، تخم، چپس، همه چیز بخته کده میتارم. آها، چی فکر میکنین آقای فرخ که بودن همچی یک برنامه در رده دیگه برنامه های تلویزیونی چقدر مؤثر است؟ بسیار زیاد، بسیار زیاد مؤثر است، به خاطری که میتونه دختر خانم ها از این برنامه ببینن، استفاده کنن از هنر آشپزا و بچه ها میتونن ببینن، چون وام باید آشپزی را بیاموزن، یاد بگیرن. بسیار زیاد خوب است. بازم تشکر از اینکه در برنامه تون دعوت کردیم. تشکر از شما، زنده باشین. و در اخیر مراد جان بر ما میگن که امروز از برنامه چی یاد گرفتن؟ تشکر میکنم از شما. البته ما از اینکه بیشتر خودتون فرمودین برای آقای فرخ که معمولا مردا البته میگن که ما با اندازه خود میتونیم مثلا غذا برای خود تهیه کنیم، با تأسف که ما برای خودم نمیتونم تهیه کنم. قدر تنبل هستم. یک اعتراف صادقانه. چون چیزی که حقیقت از براتون میگم، برای خودم نمیتونم چیز تیار بسازم، چون همیشه مرا در خانه هم میگن تیار خور هستی. پس امون گفت شد دیگه اگر مایی نبود ما گوش نمیمانیم. برای من اینجا بسیار یک برنامه بسیار خوب بود، بخاطر که من هم کوشش کردم که یک چیز بیاموزم تا یک چیز یاد بگیرم و برای دوستایی که این برنامه رو میبینن، برای البته خانم های خانه، مردا، هر دوست ما که برای آشپزی خود تمام ما نیاز داریم، برشان آموزنده است و برنامه 59 ثانیه بسیار یک برنامه 59 دقیقه البته ببخشید، بسیار یک برنامه عالی بوده که من خودم واقعا علاقمند این برنامه بودم. تا امروز من اینجا دعوت کردین، تشکر میکنم از شما. میرو جان، اینجا در سر می دو میز آشپزای عزیز چند نوع غذا آماده کردن، کدامش یاد گرفتین که خانه برین فکر میکنین امور میتونین شما آماده کنین؟ به نظر من می کباب یاد گرفتیم. شکر بابا، یک دفعه بالاخره کباب پختن یاد گرفتین برنامه. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. عزیزا، حالا میریم با هم یک جو نتیجه برنامه رو میبینیم. We'll be right back.
بیننده عزیز، زمان بسیار حساسی رسیده. اوز تاسو تازه ده دی خبرونه گرتون که او بایلون که در پیشنم داشی گرتون که سوک ده ما تا معلوم ده او بایلون که سوک ده ما تا معلوم ده. نمرات که از آدرس دواره عزیز به دسترس ما رسیده عبارت است از 32 نمره و 31 نمره. نمرو که دومره تفاوت نشته، فقط گتون که او بایلون که دلتا معلومی گیم. ده دیخ پروانه گتون که ده آشپز فیروز جان سنگه ای درست قنده وارالا فیروز جان سنگه ای خبرونه پا خیر تیره شوا بیخی غگ دی اسنو ویزی خیر خیر کی او رقم تک سورم واو خطی نه هیچ مشکل نیست. او نن سنگه او خبرونه پزرده دیوا بیره پزرده پوری خبرونه وان کلا چه تلویزون کلی دلنو دنیز دین را لیتا ویلی چه دی ستودیوم تا باید زلات شما او خبرونه وارکم نو گتون که ده ده دیخ پراونه ده دوارو رنگونه دوستانو تک سراو بکی گتون که در پیجنم گتون که ده بیروز نه بلکه نسیم جان دیگه کی او نسیم جان نن دے احساس دے ماشاءاللہ دس یو رقم تک سر مو وخت احساس دی وسو آیا احساس من ډیر خلک بل دا ګډون کې شمو دی خبرونه تر عالم زحمت می وخو چیلنج می ورکو کاستا او زه په تیزی کې کار کو چې دا ورانم په فی ونی ولا چې دا شه دس دا وڅوب تیزی کې کار کو او اوس خوشاله یم چې ګټون کې ډیر خو بیا هم تا ته د مبارک وی او تا ته د فیروز جان ته د مراته بریالي اوسې او دوستانو که تاسو غواړئ زمونږ په خبرونه کې ګډون وکړئ د 0955 شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ تر څو راشئ او د خبرونه کې د فیروز جان او نسیم جان غوندې ښکلې خبرونه ولرئ. تا برنامه بعدی که بازم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپارم. اللهم ولشه خوشحاله اوسئ او د ژوندانه په ټولو چارو کې بریالي اوسئ.